سرخط مهمترین خبرها، دادگاه مسکو شکایت گمانبری حمله به کراکرس را رد کرد، نخست وزیر پاکستان به دوشنبه می آید و نظر ساکنان درباره قانون نوی تنظیم که پوشیدن لباس بیگانه را منع کرده است. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 26 ایون سال 2024 است. بینای نوی حکومت و پارلمانی تاجیکستان هفته اول ماه ایول افتتاح می شوند. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به یک منبع در پارلمان خبر داده است. با گفته این منبع، ساختمان بینای نوی پارلمان و حکومت به اتمام رسیده است و حالا تنها کارهای زیباکنی گرد و اطراف آن باقی مانده است. یک هفته پیش دیوارهای تنکگی اطراف بینای پارلمان و حکومت را کنده و کارگران تاجیک و چینی اطراف بناها را ترمیم می کنند. ساختمان این دو بنا سال 2018 آغاز شده بود. مقامات تاجیکستان گفت چین برای ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان 1.5 میلیارد یوان جدا کرده است. مقامات تاجیکستان ساختن این دو انشاءات را دستگیری بی‌غرضانه مالی کشوری دوست و همسایه نامیدند، اما منتقدان آن را یک نوع نفوذ دیگری چین به دوشنبه گفتند. دادگاه شهر مسکو شکایت محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به مجمع کراکر سیتی هال را رد کرده است. این شهروند 19 ساله تاجیکستان قبلا از قرار حبسش به زینه بالایی دادگاه شکایت کرده بود. خبرگزاری دولتی ریا نواسی گزارش داد است که دادگاه شهر مسکو شکایت محمد صابر فیضوف را رد کرده، حکم دادگاه ناحیه بسمانی درباره حبس او را درست حسابید. قبلا دادگاه ناحیه بسمانی مهلت حبس پیشکی فیضوف را تا 22 آوگوست امسال دراز کرده بود. محمد صابر فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده، باری اول بعد دادگاه ناحیه بسمنی با عربچه و لباس طبی آورده بودند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا گذشت. هنگام عملیات بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیران فیضوف و مادر محمد صابر فیضوف ماه مارس امسال به رادیوی آزادی گفت هیچ باورش نمی‌آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است. در نتیجه آفت‌های طبیعی روز 23 ایون 3 جوان در تاجیکستان به هلاکت رسیدند. آنها ساکنان ناحیه بلجوان و شهر پنجکن بوده، 18، 20 و 22 سال داشتند. در این باره کمیته حالات‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است. به قول منبع 23 ایون 2 ساکن دهه سالمولی دشت ناحیه بلجوان در هوای بارانی برای جمع‌آوری غذای چاروا به صحرا رفته، دچار برق‌زنی شدند و در جای حادثه به هلاکت رسیدند. در خبرنامه رسمی آمده است 23 ایون همچنین هنگام کوشش عبور از سیل، یک ساکن 22 ساله دهه ششقد شهر پنجکن جانش را از دست داد. جسد او را پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق دادند. کمیته حالات‌های فوق‌العاده رفتار ساکنان را تنقید کرده است که با وجود آگاهی قبلی در روزهای بارانی از سفر به منطقه‌های کوهی و جمع‌آوری هیزم و غذای چاروا خودداری نمی‌کنند. تاجیکستان در ماه‌های می ایون امسال شاهد باران‌های زیاد و آمدن سیل شد. مقامات می‌گویند آفت‌های طبیعی ماه می امسال برای تاجیکستان 44 میلیون سامانه یا بیشتر از 4 میلیون دلار ضرر رساندند. این حادثه باعث هلاکت چند تن از ساکنان شد که مقامات شماره عمومی آنها را نگفتند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نخستین سفر خارجیش بعد پیروزی در انتخابات به تاجیکستان می آید. در این باره روز 25 ایون با تکیه به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، آژانسی روسی تاس خبر داده است. در خبر آمده است که سفر رسمی شهباز شریف به تاجیکستان روز 2 ایول بوده، دو روز ادامه خواهد کرد. این سفر با دعوت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برگزار می شود. شرایط سفر را رهبران دو کشور در یک صحبت تلفنی روز 16 ایون بررسی کردند. پاکستان که مثل تاجیکستان با افغانستان همسرحد است، یک همکار شریک فعال سیاسی دوشنبه به شمار می رود. روابط دیپلماتیک میان این دو کشور سال 1992 برقرار شده است، ولی گردش سودای بین این کشورها زیاد نیست و سال 2022 داد و گرفت های تجارتی میان تاجیکستان و پاکستان بیش از 32 میلیون دلار را تشکیل داده است. بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان تای عملیات بیشتر زنان ستر و حجابدار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگی ما بیگانه چی را می‌فهمند؟ لباسی بیگانه برای ما همین مینی یوبکا پوشیدن، لباسی کالتا پوشیدن، بعد لباسی که پولن محکم برای ما بیگانه است. تمام؟ خود شما لباس ملی می‌پوشید؟ بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟ نه. بیشتر وقت ملی می پوشید یا اروپایی؟ در این رزنیک ها اگر مورد باشد لباس های ملی. ایخل در دیگه جا لباس های یورپیسکی یکون که دیگه. نون نسانل ما لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد. برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس رو در کجا ببر کنند. لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خوبند، لباس های تاجیکی، پاپلین، پاپلین های مایدرگل مثال. دیده. خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هستید؟ لباس ملی. من تاجیکی خودمون. از شما لباس تاجیکی است؟ خیلی یک روز وقت گرمه. گفتی که پو مثال چی ترکه ده؟ مبلغ کم ترکه پیسو بیوی. خب اپا. اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بستن کن اشتراف کنم گرد چی قبول میکنید؟ نمیدونم ولی اکو خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی پروست نم خیلی میکنیم دیگه پشت میسور بیش نیدا достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей. سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصری جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یگان چیز را پوره از آن خود گوییم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است، و خصوص وقتی که خیلی سراسیمه هستی. من همان لباسی را میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تبدیل است. آن را نمی شود در هوای گرمی تابستان پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است، اما با آن آزادانه راه گشتن دویدن نمی شود، و خصوص وقتی که خیلی سراسیمه هستی. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمی کنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمی کنند. نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها رو نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، به خصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است. Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить. Лебос и мили ин инсона кибудагиша чихел тарихаша хозира чихел. Ин тариха намедонистаги инсон хозираша аз хотир мебурад. Боят ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید سخت قپیم. بی بی ما چه خیل پوشید، مادر ما چه خیل پوشید، اگه هم خیل باید ما پوشیم. نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام. بینندگان عزیز خوشحال می شویم اگر شما هم به این بحث همراه شوید و نظر خود را در زیر برنامه به ما نویسید. بعد سخنرانی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو درباره اینکه مرحله تند جنگ پایان می‌یابد روز 25 ایان اسرائیل بمباران غزه را همچنان ادامه داد. همزمان شریک اسرائیل ایالات متحده از این کشور تقاضا نمود که از توسعه عملیات نظامی در سرحدش با لبنان خودداری کند. نیروهای اسرائیلی حمله‌های مرگبار زیادی انجام دادند و در اطراف یک مکتب و خانه در شهر غزه 13 نفر کشته شد. اسرائیل نیت دارد شماری از سربازانش را در خط سرحد با لبنان مستقر کند. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن روز 24 ایون از وزارت دفاع اسرائیل خواست پیشی راه توسعه خشونت ها را بگیرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بخزاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 26 ایون را فرا می گیرد. و
як ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1987 ҳар санаи 26 июн чун рӯзи пуштибонии наздикони қурбониёни шиканҷа барпо мешавад. Дар ин рӯз инчунин эъломияи алайҳи шиканҷаву бадрафторӣ ва дигар рафтори бераҳмона қабул шуд. Шиканҷа дар қонунҳои бисёр кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон ҷиноят дониста мешавад, вале бо ин вуҷуд ҳар сол ҳомиёни ҳуқуқ аз ҳодисаҳои рафтори ғайриинсонӣ бо боздоштшудаҳо ва зиндониҳо хабар медиҳанд, ки гоҳо бо марги онҳо меанҷомад ва шиканҷакунандаҳо беҷазо мемонанд. 26 июни соли 2020 парлумони Тоҷикистон кори якҷояи хешовандони наздикро дар Бонкҳои Тоҷикистон манъ кард. Мақомот гуфтанд, яке аз сабабҳои ба мушкили молӣ дучор шудани Агроинвест Банк, Тоҷик Содирот Банк, Фанон Банк, Тоҷпром Банк ва барҳам хӯрдани чанд ниҳоди қарздиҳанда кори якҷояи хешовандони наздик дар мансабҳои раҳбарӣ кунанда мебошад. 26 июни соли 2010 дар сини 84 солагӣ ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон ва сарояндаи таронаҳои классикии тоҷик намояндаи ҷамъияти яҳудиёни Бухоро Шоиста Муллоҷонова даргузашт. То замони ба Ню-Йорк кӯчиданаш дар театри Академияи опера ва балети ба номи Айни ҳунарнамоӣ кардааст. Ҳунаршиносон овози Шоиста Муллоҷонова сопранои лирикиро яке аз навҳои нодир арзёбӣ карданд. Таронаи Иди Зафар, ки ӯ соли 1947 дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Москва сароид, аз он вақт бо номи ӯ пайванди мондагор ёфт. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اکسود 20 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1070 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برنامه نوید بامداد اینجا به انجام رسید. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبر و پیشنهادهای خود را لطفاً به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.